بخش از باز به خاطر اینکه یکی اینکه ورود تسلیحات اونجا غیر ممکنه، چه از نظر دریایی که حالا محاصره هست، چه از نظر اون مرز که مرز مشترک با مصر، خود مصر هم اجازه نمیده تسلیحات وارد بشه. این بحث غزه از بابت دیگه 70% غزه از اول جنگ تا الان خراب کن فیکون شده. اون نوار شمالی غزه هم 100% میشه گفت تحت تصرف اسرائیل در اومده. این قسمت اول. قسمت دوم اگه که همینطور خودتون ببینین، حالا حزب الله که اون شیعیان هستن هیچ وقت نمیرن خودشونا بکشن به خاطر غزه سنی. اگر ببینین همون ایران، جمهوری اسلامی ایران از همون وهله اول گفت به ما ربطی نداره. حزب الله لبنان هم که تا حالا آنچنان دخالتی برای حمایت غزه نکرده، اما بحث خوسی ها یه بحثی که ربطی به اسرائیل تنها نداره. دریای سرخ یه قسمت یک میشه گفت منطقه آبیه که حالا رو تمام آقای یوسیان پس چطور میشه که به حزب الله لبنان اقدام انتقام جویانه انجام میده علیه اسرائیل برای کشته شدن نفر دوم حماس در بیروت؟ این سوال شما دو قسمت داره. یه قسمتش حفظ آبروی حزب اللهه. ببینین حزب الله از اول جنگ غزه تا حالا هیچ موشکی مثلا به تل آویو، نتانیا یا خیفا شلیک نکرده، به خاطر اینکه شلیک کردن به شهرهای اصلی و مرکزی اسرائیل یعنی اعلام جنگ. اما یه قسمتی ها داریم که اون نوار شمالی اسرائیل محسوب میشه که شهرک ها یا اون مناطق ویلایی بیشتر هست اونجا که اسرائیل هم تا حدودی نادیده میگیره یا خودش هم موظف به جنگ تمام و کمال با بیروت نمیکنه. به خاطر همین نصرالله یا حزب الله برای حفظ آبروی خودشون در جهان اسلام که بیان بگن کاری کردیم برای غزه، فقط اون قسمت نوار شمالی اسرائیل ها که اونم تخلیه شده هست حمله میکنن که اون قسمت ها اسرائیل یا دولت اسرائیل میتونه بگه به قول معروف زیر سبیله میشه نادیده گرفت، اما دست به تل آویو، خیفا یا نتانیا نمیزنه. اما قسمت دوم خوسی ها اصلا اون مشکل اصلی اسرائیل نیست، بر اقتصاد جهانی تأثیر میذاره که دقیقا به خاطر فرمایشی که شما گفتین یک اتفاق قولی بین تمام کشورهای غربیه، به خاطر اینکه اجناسشون گرون میشه، دیرتر میرسه، راه دریایی بسته میشه، که حالا خودم شخصا خیلی موافق هستم تا وقتی که چنین تهدیداتی باشه اتحادیه جهانی متفق القول تر میشه برای رسیدگی به حالا اون محور مقاومت جمهوری اسلامی.